فضاحت کردان من نمیدونم چجوری میشه در ظرف چند دقیقه حتی به تیترهای جنبه های مختلفش اشاره کرد. مدرک تقلبی و رشوه دادن علنی و دعوت به تور مسافرتی برای اینکه 88 تا استیزا رو پس بگیرن و نمیدونم امضا به هوای رسید پول گرفتن ولی زیرش کاغذ پس گرفتن استیزا رو قرار دادن و اینها همه گوشه های مختلفی بودن که در مجموع ورشکستگی مطلق رژیم پابگور آخوندی رو نشون میدادن و بیانگر اوجگیری بحران درونی رژیم آخوندی در مرحله پایانی این رژیم بودن. حتما که تصاویر رو در اخبار دیدید، بنابراین اجازه بدین که وارد توضیحات مفصل نشم، ولی قبل از اینکه شما رو به دیدن قطعه طنزی در همین مورد دعوت بکنم یک نمونه دیگه از مشاور کردان رو بکنم راجع به موضوعی ظاهرا متفاوت با مسئله کردان. مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران یک پدیده است به نام جعفری، مشاور کردان دیگه. این داشت خالی بندی میکرد و برای خودش سوابق جنگی میتراشید، گفتش که در منطقه عملیاتی چنگوله به دلیل محاصره و عدم امکان انتقال پیکر یکی از شهدا به پشت جبهه با برف از پیکر این شهید محافظت کردم. نه که مشاور کردانه باید در دروغگویی بالاخره تو سطحی باشه که در تخته به هم جور بشن. منطقه چنگوله از مناطق بسیار گرم شهرستان مهرانه که در قرن اخیر لااقل کسی نشنیده که اونجا برف بیاد. حالا این مربوط با برف چی صورت طرفو پوشونه؟ اسم محمد حسن قدیری عبیانه رو احتمالاً بسیاری از بینندگان پیک شادی نشنیده باشن، ولی این فرد در رقابت‌های پرت و پلاگویی که به شکل مستمر بین مقامات رژیم در جریانه از اون مدعیای مدال قهرمانی محسوب میشه. سفیر رژیم تو مکزیک و پرت و پلا میگه چه جور. این یارو به نوشته یکی از سایت‌های خود رژیم در مورد مدرک جعلی کردان گفته که کار سازمان‌های جاسوسی خارجیه، جائل مدرک هم به آمریکا فرار کرده. بعد گفته که سازمان‌های جاسوسی خارجی یک تاکتیکی دارن تحت عنوان، اسم تاکتیکی خودش گفته اینه، اعطای مدرک تقلبی به اصولگرایان برای ایجاد رسوایی. بعدش هم به قول کشتیگیرا بدلش رو هم گفته که چجوری باید بزنن. من این متن رو از سایت رژیم براتون میخونم. نوشته که وی از مسئولانی که مدرک جعلی دارند خواست داوطلب بررسی اصالت مدارکشان شوند و افزود نظام باید نسبت به آنها انعطاف داشته باشد. خوبه که به عنوانی هم که این جاندار به خودش میده اشاره کرده باشیم که خالی از لطف نیست، خودش رو دارای دکترای علوم دفاعی استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک و دکترای معماری با گرایش شهرسازی میدونه. اجازه بدین این هم از اون هم مواردی باشه که راجبش زیاد توضیحی ندارم. یه صحبت‌هایی در مورد مریضی احمدی نژاد مطرح شده بود که البته در مقایسه با وضع وخیم و بحرانی کلیت رژیم که با استیزای کردان بیش از پیش برملا شد اصلا اهمیتی نداشت. حالا یک شکنجهگری هست به اسم صفار هرندی که تو کابینه آدمکشا بهش میگن وزیر ارشاد. این اومد دفاع بکنه و توجیه بکنه که البته به نظر میرسه بیشتر به خودشون گل زد تا دفاعی بکنه. در فضای استیزای کردان و شکستها و بحرانهای دیگه داشت صحبت میکرد. ببینید که چجوری صحبت کرد. اگر کسی روی این تن هم باشه در خلیه جاهای جسمش دیگه توان کشیدن این همه زجر رو نداره و کم میاره، دچار افت فشار میشه، میره توی آی سی یو زیر
سران واقع میشه و این داستانی است که برای آقای رئیس جمهور این چند ساله مکرر اتفاق افتاده. بعدم آب پاکی رو ریخت رو دست کل نظام و همه اونایی که قرار بود مثلا این صحبت بکنه که روحیه بگیرن و ریزش نکنن و تأکید کرد که وضع بقیه از وضع احمدی نژاد هم بدتره. اما الحمدلله سرپاس از ما اقراقه. همین که بگن کسی فرمانده بسیج و معاون فرمانده سپاهه، درجه فهم و شعورش در کلیت از آدم میاد. حالا این موجود تو رژیم آخوندی جانداریست به اسم به اصطلاح حجت الاسلام حسین طائب. البته پدیده بسیار حقیریه که معمولا توجه به خودش جلب نمی کنه، ولی بعضی وقتا در پرتوپلاگویی و مزخرفگویی رو دست ملا حسنی و غلام حسین الهام سخنگوی دولت و قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه رژیم و ایناست. این یه در با خودش جمع کرد، رفت به قول رسانه‌های رژیم بازدید یکی از مراکز تولید علم و فناوری نظامی در حضور بیش از 200 نخبه بسیجی. صحنه رو تجسم بکنید، مرکز تولید علم با 200 نخبه بسیجی. آدم عاقل اگر می بود تو این وضعیت گیج می شد، چه برسه به حسین طائب. بعد اینجا شروع کرد به گندگویی در عرصه تولید علم در بخش‌های نانوتکنولوژی، فناوری پزشکی و پیراپزشکی. باور کنید اگر این فرق پیراپزشکی رو با پیراشکی می دونست حسین طائب نبود. بعد گفت که بسیج قفل سپر موشکی دشمن را شناسایی کرده و آن را شکسته است. همین شاهکلید قفل شکن یه سخنرانی هم کرده در محلی به نام دوره آموزشی طرح ولایت هنرمندان بسیجی در مورد رویارویی با هنر غرب و هالیوود توسط بسیجی ها. برای که صحبت اون طورایی نشه یه قطعه موزیک کوتاه بشنویم و بعد من برگردم در مورد این سخنرانی پرشور یه نکته ای رو خدمتون عرض بکنم. صحبت از پرت و پلاهای طائب فرمانده بسیجی رژیم بود. گفته که هالیوود با انتخاب موضوعاتی از داخل کشور در حال ساختن فیلم‌های متناسب با اهداف غرب است و برخی از هنرمندان ایرانی قفلت زده را نیز به استخدام خود درآورده است. بعد یک تحلیلی میده که واقعا درک جدیدی از چمندر قیچی رو عینیت میبخشه. میگه وضعیت کنونی آمریکا نشان دهنده افول تفکر لیبرالیسم در جهان است. آمریکا پس از شکست در افغانستان و ناتوانی در کنترل وضعیت مواد مخدر در این کشور، امروز به وضعیتی گرفتار شده که حتی نتوانست یک توافقنامه امنیتی را در عراق به تصویب برساند. از این رو به ناچار سراغ سوریه رفت. سازمان بسیج هنرمندان باید در نخستین گام خود هنرمندانی همتراز انقلاب در رشته های مختلف تربیت کنند. پس ببینید تو ذهن چی میگذره. لیبرالیسم افول کرد، تو افغانستان شکست خورد، آمریکا مواد مخدر رو نتونست کنترل بکنه، توافقنامه امنیتی عراق به تصویب نرسید، رفت سراغ سوریه، پس سازمان بسیج هنرمندان باید با هالیوود رقابت بکنه. این بابا واقعا
موردش خیلی استدلالی بود میشه.